همسایه آنچه را کشت کرده حاصل برمی‌دارد. همسر عمدالله محب جاسوس بود. حامد کرزی و عبدالله عبدالله در حصر خانگی طالبان. فرار یک کارمند مدیریت پاسپورت لوگر با حدود 30 میلیون افغانی عواید این مدیریت. و در پایان وارد شدن جنگجویان خارجی از آفریقا و آسیای جنوبی در افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. همسایه سالها پیشتر در صدد آن شد تا به جهانیان بگوید که این افغانستان است که لانه تروریست ها است و برای این منظور به حرکات مختلف دست زد. همسایه سیاست بازی میکند، از همان سیاست های چتل، ولی بازی جالبه که طفل های مکتب نیز میدانند، اما این کشور نمیداند. 40 سال است که افغانستان و جهان داد میزند که همسایه پناهگاه و لانه تروریسم است. شرق و مرکز و غرب این کشور زیاد از این گروه انسان ها به خود دیده و تجربه کرده. تعداد زیاد این برادرها که از کشورهای مختلف می آیند در این کشور ازدواج نموده و اولادهای بسیار خوب و اردو حرف می زنند و کرتایی پرتایی را خوب می دانند. همسایه سالها پیشتر در صدد آن شد که به جهانیان بگوید که این افغانستان از کلانه تروریست ها است و برای این منظور به حرکات مختلف دست زد. می شماریم 1. حرکات کلی. پاکستان را پایگاه و یا هم بزرگترین پایگاه ضد سوسیالیسم و دهلیز دموکراسی و سیستم بازار معرفی می کند. این کشور را محل یورش به شوروی ها تبدیل کرده و میلیاردها دلار را به جیب می زند. با این حرکات موقعیت استراتژیک خود را در میان بلاک غرب به اوج می برد. دشمنی و رقابت چین آن زمان با هند و شوروی را مدیریت کرد و با کمک چین دست به صلاح اتمی یافت. با بحران زایی افغانستان، اقتصاد افغانستان را کاملا مصرفی ساخت و بازارهای افغانستان را عمدترین و بی‌کنترل‌ترین بازارهای کشور ساخت. بهترین متخصصین افغانستان را به کراچی ران و غیره تبدیل کرد. ستونهای پنجم را در کشور ما ایجاد کرد. ولی حالا حرکات خاص. مشاور امنیت ملی این کشور در هارتاک بی بی سی میگوید ما از آمدن تروریستان از افغانستان مورد تهدید قرار داریم. دیوار سیمی میکشد و بی پرده میگوید برای جلوگیری از ورود تروریستان به پاکستان این دیوار ضرورت است. در گرد همایی ترویکا از افغانستان میخواهد جلو تروریستان را به پاکستان بگیرد. مانور نظامی به خاطر آمادگی در مقابل تروریستان در آن طرف خط دیورند انجام می‌دهد. دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد که نه از روی سیاست‌های منطقی است، بل فروش دولت افغانستان به دیگران است. 3. نکته کلیدی. همسایه شرقی تلاش می‌کند افغانستان را مانند سرزمین تروریستان جلوه دهد. جنگ علیه تروریستان را موجه جلوه دهد و با چین و روسیه و غرب در این مورد یک جا شود. از تهدیدات خود با طالبان در مورد افغانستان سربازند. جنگ را در افغانستان به بهانه تروریستان و جنگ علیه آنان حمایت کند. برایش باز هم بهترین بازار فروش کالاهای عدنی خود بسازد. درس‌های بزرگ میان حاکمیت را تقویت و عمیق‌تر سازد. از قدرتگیری جنبش طالبان پاکستانی جلوگیری کند. هشدار: دوسیه سازی آغاز شده است. حاکمیت دولت را با همپیمانانش که برای شکست آمریکا حمایت می‌گردید پروژه وی فکر می‌کند. پروژه وی فکر کردن حاکمیت افغانستان باعث آن شده که رسمیت شناسی را به تعویق بیاندازد. 1. نکته 2. مورد حرکات همسایه. 1. جنگ با تروریستان را یک استراتژی ملی خوان و از فرو ریختن خودش در لجنزاری که خودش ساخته از جلوگیری کند. نتیجه
آنچه می کارد می درود. این قانون اصل در این مورد است. استاد مسعود. غنی همسر عبدالله محب جاسوس بود. حشمت غنی برادر اشرف غنی رئیس جمهور فراری کشور در مصاحبه گفته است که همسر عبدالله محب مشاور سابق شورای امنیت جاسوس سیاه بوده است. گفته می شد همسر عبدالله محب در کنار مشاوریت در شورای امنیت ملی سابق کشور مسئولیت ریاست پالیسی شورای امنیت ملی را هم عهده‌دار بود. حامد کرزی و عبدالله عبدالله در اثر خانگی طالبان. منابع دیپلماتیک در افغانستان تایید میکنند که عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق در اثر خانگی طالبان قرار دارند. منابع افغانستان انترنشنل میگویند آقای عبدالله قصد سفر به هند برای دیدار با خانواده اش را داشت که با ممانعت طالبان روبرو شد. سخنگویان آقای عبدالله حصر این مقام ارشد پیشین را رد یا تایید نکردند. منابع معتبر در ولایت لوگر بر روزنامه 8 صبح تایید میکنند که کارمند مدیریت پاسپورت این ولایت حدود 30 میلیون افغانی از پول تعرفه بانکی متقاضیان پاسپورت را با خود برده است. مسئولان قماندانی امنیه لوگر میگویند که تاکنون در پیوند به این رویداد 10 تن را بازداشت کردند. در این حال یک منبع که نسبت حساس بودن موضوع نخواست هویتش فاش شود روز شنبه است دل گفت حدود 10 روز می شود که یک کارمند اداره پاسپورت لوگر 30 میلیون افغانی عواید پاسپورت این ولایت را با خود برده و فرار کرده است. و در پایان جبهه مقاومت میگوید جنگجویان خارجی از آفریقا و آسیای جنوبی وارد افغانستان شدند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان جنگجویان خارجی از شمال آفریقا، آسیای جنوبی و مرکزی و خاورمیانه به افغانستان سرازیر شدند. این گفته ها در حال اصوی این عضو جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود مطرح می گردد که پیش از این نیز شماری از کشورها نسبت به جسور شدن گروه های افراطی و تروریستی در نقاط دیگر جهان پس از تسلط طالبان در افغانستان هشدار داده بودند. در این حال اما همواره جامعه جهانی یکی دیگر از پیش شرط ها برای به رسمیت شناختن طالبان را قطع ارتباط این گروه با گروه های تروریستی به شمول القاعده اعلام کردند. جبهه مقاومت ملی اما همواره معتقد بوده است که طالبان جدا از این گروه ها نیست و ارتباط خود را با آنها قطع نکردند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.